میانمار کشوری در جنوب شرق آسیا با مساحت بیش از 676 هزار کیلومتر مربع و جمعیتی حدود 60 میلیون نفر. کشوری که در جهان به زیبایی و معابد بودایی معروفه و سالانه توریست های زیادی رو میزبانی میکنه، تا همین چند سال پیش حکومتی نظامی داشت. غرب میانمار اما علاوه بر مناظر زیبا، تصاویر دردناکی به دنیا مخابره کرد. محل سکونت 1 میلیون مسلمان از قوم روهینگیا که دولت میانمار اونها رو جزئی از خودش نمیدونه. مهمترین مشکل این است که آنان ما را بنگالی میدانن نه میانماری. برای همین ما را میکشن و خانه های ما را نابود میکنن. درگیری ها در ایالت راخین میان مسلمانان و بودایی ها سابقه طولانی داره. دولت میانمار این اقلیت چند میلیون نفری رو تهدیدی برای امنیت ملی خودش میدونه و راهبان بودایی هم که ادعای صلح‌جویی دارن به همراه سازمان تروریستی معروف به 969 به بهانه خطر گسترش اسلام در میانمار خواهان اخراج و مرگ اونها هستند. According to our government, we don't have a policy of discriminating based on religion or race. This communal violence started because of a criminal act, and this led to the communal violence. We're doing our utmost to contain the violence while ensuring the rule of law. Because of our efforts, peace and stability have been restored in this part of the country. We are also trying our best to provide necessary humanitarian assistance for the reconstruction and rehabilitation of the people in that. اگر با مسلمانان روهینگیا مقابله نکنیم، میانمار هم به کشورهای اسلامی مانند مالزی، اندونزی و افغانستان تبدیل میشه. مسلمانان تهدیدی برای سرزمین ما هستند. حالا مسلمانانی که گاه و بیگاه خانه هاشون به آتش کشیده میشه، برای رهایی از گرسنگی و شکنجه راه فرار از طریق رودخانه رو در پیش گرفتن. چاخچیان از ما که در این اردوگاه ها در بدترین شرایط ساکن بودیم، مبالغ زیادی رو به عنوان باج طلب میکردن و کسانی که توانایی پرداخت نداشتند در دل جنگل ها کشته میشد. سال 2012 مردم میانمار تصمیم گرفتند تا آنگ سان سوچی، برنده جایزه صلح نوبل و فرزند جنرال سان، رهبر استقلال میانمار رو به عنوان نمایندهشون راهی مجلس کنند. اما رهبر دموکراسی خواهان میانمار هم خیلی زود امید مسلمانان رو ناامید. Muslims have been targeted but also Buddhists have been subjected to violence but there's fear on both sides and this is what is leading to all these troubles and we would like the world to understand that the reaction of the Buddhists is also based on fear. با وجود شکنجه و کشتار گسترده و برنامه‌ریزی شده که دولت و ارتش میانمار و همراهی راهبان بودایی با اونها، نه تنها اقدامی از سوی سازمان ملل صورت نمیگیره، بلکه گسترش روابط اقتصادی در دستور کار مدعیان حقوق بشر قرار داره. We are very hopeful about the future. Barack Obama annonce la levée prochaine des sanctions visant la Birmanie à l'occasion d'une visite d'Aung San Suu Kyi à Washington. En mai, les États-Unis avaient déjà réduit les restrictions dans plusieurs domaines, mais maintenu une liste noire de personnes avec qui les Américains ne pouvaient pas conclure de contrat en raison de leur lien avec la junte militaire. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش خودش از وضعیت مسلمانان میانمار با مسئول دانستن جامعه جهانی در قبال این جنایات صراحتاً اعلام کرد اگر این تبعیض‌ها قبل از زمان به اصطلاح اصلاحات غرب‌گرایانه در میانمار رخ داده بود، واکنش‌های قوی‌تری رو به دنبال داشت. اما حالا همه چیز در سایه منافع تجاری قرار گرفته. با وجود این وضع، مسلمانان روهینگیا همچنان در ایالت راخین جان مسلمانانی فراموش شده که هولوکاست واقعی رو هر روز در میانمار به چشم خود میبینن، اما فریادشون به گوش کشورهای مسلمان هم نمیرسه.